یا هفته گذشته چهارشنبه برای منم خیلی جالب بود که برادرمون نیما این داستان این سه تا خادمین خدا صدرخ مساح و همین آبدنگرو صحبت کرد، چطور خودشونو تصمیم گرفتن زانوهاش جلوی این پادشاه خم نکنن، بلکه واقعا بایستن و همینطورم خودشون گفتن که اگه خدا کمک کنه کمک کرد، اگه کمک نکنه ما عیسی مسیح یا ما خدا رو پرستش میکنیم. و این نشانه اینه که واقعا انگیزشون، فکرشون، ایمانشون واقعا با خدا بود. نگاه نمیکردن به زندگی خودشون چطور میتونیم موفق باشیم، بلکه نگاه کردن که زانوه ما فقط جلوی یک خدایی باید خم بشه. و کلان این داستانی که توی چیزم توی کتاب دانیال هم نوشته، همینطور قسمتی دیگه هم هست که چطور شریر سعی میکنه همه کارا رو انجام بده که ما رو توی گناه بندازه، که زانوه هم جلوی دیگران چیزای دنیایی، موفقیت های دنیایی خم بشه و دنبال پول بریم، و چطور هم اونجا یه دلیل هایی میخواستن شیطان پیدا کنه دانیل هم همینطور چیز کنه، توی این چاه شیر انداخته بشه که اونجا برحال از بین بره. کار شیطان برحال اینه که ما رو نابود کنه، و همزمان هم نگاه میکنیم ببینیم که چه چیزهایی باعث میشه که ما واقعا کشیده بشیم به این گناه، و زانوهامون نه اینطوری بگم که عمدن اینطوری بگی که من زانوهام جلو مثلا موفقیت چیز میکنم خم میکنم. ما معمولا میگیم که خدا رو میپرستیم، فقط چون انگیزه های ما درست نیست باعث میشه که بعضی وقت همینطور زانوهامون خم میشه جلوی موفقیت، پول، خودخواهی، جلال خودمون، و خیلی چیزهایی هستن، چه خیلی بوتهایی هست که توی زندگیمون کار میکنن. و یک مرد خدا هم که توی کتاب مقدس هم اینجا در موردش هم نوشته شده، فروتنترین مرد در این دنیا کی بود؟ کتاب مقدس اونجا نوشته فروتنترین شخصی که نه بجز عیسی مسیح، موسی بود. موسی بود که اونجا خدا در مورد او صحبت کرده بود، مثل موسی که فروتنترین شخصی است که نیست. این یک اشاره بود که خداوند گفته، و میخوایم نگاه کنیم به انگیزه موسی و با چه انگیزه او خدمت کرد خدا رو. همینطور هم میبینید که این پنج تا کتاب های اول در پیدایش هم خودش نوشته، مکاشفه هایی که خودش گرفته، دستان کلن از پیدایش تا تصنیه که تمام چیزهایی که خودش هم نوشته. میخواییم به تمرکز کنیم به موسی و به انگیزه او نگاه کنیم، دنبال چی بود موسی، و شاید بتونیم از او هم یه چیزایی هم یاد بگیریم که توی زندگی خودمون هم بتونیم استفاده کنیم. الان کیا هستن که در این کلیسا، یعنی بین شما کی هستین الان که این دعا رو میکنین خداوند واقعا از زندگی من استفاده کن برای جلال نام تو، خداوند از من استفاده کن و که پادشاهی تو بیاد یا ملکوت تو بیاد. کیا هستن که این دعا رو میکنن خدا من از من استفاده کن؟ هستن اینجا افراد؟ یا الان چی فکر میکنی؟ خدا چی میگه؟ میگه آفرین خیلی عالی، یا به تو میگه که نه دعای تو اشتباه است؟ معمولا خدا دوست داره که ما اینطوری دعا کنیم، میگیم خداوند از من استفاده کن، من میخوام واقعا اراده تو رو انجام بدم.
زمانی که موسی رو نگاه میکنه میگه واقعا میتونم بگم یکی از بزرگترین خادمین خدا بود که خدا استفاده کرد و چطور به دنیا آمد. بعد از اینم به هر حال این پسر معمولا باید سی کشته میشد، فقط مادرش چطور رو فراری داد و همینطورم آخر در خونه فرعون، اونجا خواهر فرعون بود که اونجا قرار گرفت و همینطورم اونجا هم بزرگ شد در یک مکانی که پر از ثروت جلال بود. او میتونست اونجا حکومت کنه، میتونست یک مقام بزرگی به دست بیاره و هر چیزی که آرزو داشت میتونست همینطور به دست بیاره. یعنی یه جایی عالی بود که الان قرار گرفته بود. خودش هم به هر حال ما میتونیم اون موقع هم بگیم که این خاص خدا بود که خدا منو اینجا آورد، خدا به هر حال میخواد از اونجا ما رو استفاده کنه. فقط میبینیم که چطور به هر حال یک قلبی برای خدا داشت، برای قوم خدا داشت، برای اسرائیل داشت، یهودیا داشت و چطور شاید تو قلبش میدونست خدا منو انتخاب کرده، فقط الان من باید یک کاری انجام بدم برای خدا. و همینطورم یک مرد مسی رو کشت و یهو که متوجه شدن که موسی بود، خودش فرار کرد، رفت 40 سال تو بیابون زندگی کرد. چطور میتونه یک شخصی که هر چیزی که داشت، ثروتی که داشت، همه چی رو داشت، همه چی رو تقریبا ول کنه و بره توی 40 سال توی بیابون؟ 40 سال یه چیزی، یه زمان خیلی یعنی کمی نیست، 40 سال. و اینجا میبینیم که در عبرانیان باب 11 از آیه 25 تا 27 اینجا میبینیم که انگیزه موسی چی بود، قلب عیسی چی بود. و همینطور هم میخواییم امروز هم در این قسمت ها ببینیم که خدا با ما چی میخواد صحبت کنه، انگیزه ما چیه، هدف ما چیه. برحال ما خیلی هستن که برحال ما به خدا قولهایی میدیم، خدا از من استفاده کن و من میخوام برای تو بیستم. فقط میبینیم که بعضی وقت همینطور به مشکلهایی بر میخوریم و این همه چی ربطی داره به قلب ما، واقعا به انگیزه ما، دنبال واقعا قلب، این ته قلب ما دنبال چه چیزی هست. و اینجا میبینیم که در عبرانیان باب 11 آیه 25 تا 27 برادرمون مهدی میخونه: او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. به ایمان بود که او بیان که از خشم پادشاه به حراست مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. پس اینجا میبینیم که موسی چه کاری کرد فلقی؟ یعنی این تو این ثروتی، تو این امنیتی که بود، همه چی رو ترک کرد یا و این درد و زحمت رو روی دوش خودش گرفت. چی فکر میکنه؟ چه چیزی بود که او رو به اون تصمیم رسوند؟ به چه چیزی نگاه میکرد؟ به پاداش. او تمام چیزایی که ثروتی که در دستش بود و میتونست حکومت کنه، خودش رو توی مشکل انداخت فقط به خاطر اینکه با چشمش نگاه کرد به پاداش. و انگیزهش به هر حال این نبود که زندگی موفقی داشته باشم، که دنیایی باشه، بلکه چیزی که خدا برای من آماده کرده. به این خاطر این قدم ها رو برداشت و همینطورم 40 سال توی بیابون بود که تا خدا در زمان خودش، بعد از 40 سال در این بوته آتش بود که خدا شروع کرد به صحبت کردن. بعضی وقت هست که
زمانی که ما قدمایی برای خداوند برمی‌داریم و انگیزه‌مون همینطور هم درست هم توی مشکلایی میفتیم، بعضی وقت احساس میکنیم شاید سالها میگذاره هیچ جوابی نیست، هیچ حرفی نیست، و بعد از این فکر میکنیم بگیم برای چی، چرا من همه چی رو رد کردم، چرا من خودم رو توی این درد و ناراحتی انداختم، کجا خداست، خدا کجاست؟ و فقط اینجا در اینجا میبینیم که 40 سال در موسی طول کشید. فقط خدا چون قلب ما رو میشناسه، قلب موسی رو میشناسه و هدفش میدونست چیه، یا و میدونست که موسی همه چی رو ترک کرد چون واقعا به اون پاداشی نگاه کرد. خدا میاد و از بوته آتش اونجا با او صحبت میکنه و او رو بلند میکنه و میفرسته دوباره مصر. این یک قسمتی هست که بعضی وقت خیلی کم افرادی هستن که زمانی که توی مشکلایی میفتن منتظر میمونن که خدا در زمان درست با ما صحبت کنه. و زمانی که خدا صحبت کرد، اول برحال شاید میتونم بگم موسی اونجا دیگه گفته ببین من کاری نیستم، من دیگه حرفم بلد نیستم صحبت کنم، و اون موقع فقط به ضعف‌های خودش رو نگاه کرد، به درد نمیخورم. فقط زمانی که خدا صحبت میکنه، کمکم میفرسه، ما رو بلند میکنه برای کاری که خدا میخواد انجام بده به وسیله ما. و اونجا میبینیم که خدا چطور موسی رو انتخاب کرد و فرستاد، و همینطور هم بعد از این که فرستاد چطور خودش هم توی مشکل افتاد. زمانی که ما شروع میکنیم برای خداوند بایستیم، یا در چه مشکلهایی او در مصر قرار گرفت، فرعون چند بار قول داد برعکسش انجام داد، از این طرف از یک طرف چیز بود، فرعون بود، از یک طرف دیگه قوم هم همینطور بود، شما شروع کردن به شکایت کردن و میخواستن قسمت هایی گفتن که تو آمدی زندگی ما رو اصلا نابود کردی و الان میخواستن در این قسمت هم دیگه سنگسارش کنن. و توی یک جایی قرار گرفته بود، فچون انگیزش درست بود، خدا در زمان مناسب این مکاشفه رو بهش داد و همینطور قوم رو چطور از مصر بیرون آورد و آورد و این وعده رو داد که گفته که من تو رو میبرم، همون وعده ای که به ابراهیم گفته تو یک مکانی که پر از برکت های خدا، شیر و عسل اونجا هست، یعنی نشانه یک سرزمینی هست که خداوند برای قوم اسرائیل آماده کرده. همینطور هم سرزمینی هم برای ما آماده کرده که دنیایی نیست، بلکه یک اورشلیم سماوی هست، یک ملکوت خداست که آماده کرده خداوند، و طبق این هست که ما را هدایت میکنه. و زمانی که موسی را فرستاد، موسی معجزه آثار الان از این رودخونه دریای سرخ اونجا نجات داد، تمام دشمنان را شکوند و از بین برد. بعد از این میبینیم که قوم اسرائیل هم همینطور توی گناه افتادن، و زمانی که خدا به موسی این شریعت رو، 10 تا فرمان رو به موسی گفت، و ما دیدیم که قوم اسرائیل شروع کردن به بت پرستی کردن. و زمانی که موسی آمد پایین و گفته که این قومی هست که تو بیرون آوردی، و بعد از این خیلی جالبه که اینجا در خروج باب 33 از آیه 1-3 خدا الان میگه که باشه اوکی، موسی من تو رو انتخاب کردم، حالا به جای موسی میتونی اسم خودت رو بذاری، موسی تو رو انتخاب کردم، این قومم که الان نجات دادم این قوم توست، و یک وعده یا یه پیشگویی هم بهشم میگه، و اینو الان برادرمون مهدی میخونه. آنگاه خداوند به موسی گفت این مکان را ترک کن، تو و این قوم که از سرزمین مصر برآوردی و به سرزمینی برا که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند یاد کردم و گفتم آن را به نسل تو خواهم بخشید. من فرشته‌ای پیش روی تو خواهم فرستاد و کنعانیان، اموریان، هیتیان، فریزیان، هبیان و یبوسیان را بیرون خواهم راند به سرزمینی برا که شیر و شهد در آن جاری است، اما من در میان تو نخواهم آمد،
زیرا قومی گردن کشی مبادا تو را در بین راه هلاک سازم. گود. سو پس اینجا خدا یک وعده خوبی عالی میده، نه؟ میگه که ببین این قومی که الان بیرون آوردی، الان یک وعده داده بودم به ابراهیم و اسحاق یعقوب که میخوام شما رو به یک سرزمینی که پر از برکت شیر و عسل اونجاست میخوام بفرستم، و همینطور هم یک فرشته هم با شما میفرستم و تمام دشمنایی که اونجا هستم از نابود خواهی کرد. و یعنی به هر حال وعده های عالی هست که به موسی میده، نه؟ خدا میتونه بگه که الان به تو میگه ببین من فرشته خودم رو با تو میفرستم و از تو یک مرد پیروزمندی میسازم و این سرزمین هم به تو خواهم داد. ما چی میگیم؟ میگیم هاللویا، خدا با منه. و اینجا میگه که یه فرشته با تو خواهم فرستاد و اینجا مشخص میشه قلب موسی دنبال چیه. بعضی وقت توی زندگیمون که نگاه میکنیم میگیم که خیلی چیزهایی هست که در این دنیا ما دوست داریم به دست بیاریم، حتی برکتهای روحانی. من تو رو میفرستم، از تو یک شبانی میسازم، موفقیت میدم، یه خونه عالی هم به تو میدم و زنی کیز و ویزو داری مهدی، بچه های تو برکت میدم و تو رو میفرستم و یه فرشته هم کنار تو هم هست که تو رو محافظت کنه. مهدی چی میگه؟ میگه عالی. و تک تکش ما اینجا هستیم میگین چی؟ عالی. خدا من رو بفرست، من میرم. درسته؟ جالبش اینه که اینجا موسی برمیگرده میگه که آیه 15، آنگاه موسی به خداوند گفت اگر روی تو با ما نیاید ما را از اینجا مبر. گود. موسی میگه که اگر به من این حق انتخاب رو میدی من بهتره توی بیابون با تو بمونم از اینکه بدون تو برم. درسته؟ بهتره توی بیابون، توی درد، توی گرما، توی که هر روزی من رو باید بخورم، این من یعنی نونی که اونجا هر روز میدادم، یا بهتره این درد و رنج رو در این بیابون بکشم با تو از اینکه بدون تو برم یک سرزمینی به دست بیارم که تو اونجا نیستی. پس هدف موسی چی بود؟ یعنی انگیزه موسی چی بود؟ چی فکر میکنی؟ موسی دنبال چی بود؟ دنبال خدا بود. هر جایی که تو بری من میخوام بیام، جایی که تو نیستی من اصلا نمیخوام. هر چقدر موفقیتی باشه، هر چقدر هم ثروتی هم باشه، هر چقدر هم همه چی عالی باشه، تو نباشی فایده نداره. به این خاطر این قسمتی که ما خوندیم در عبرانیان میگه که او همه چی رو خار شمرد، یا که دنبال این پاداشی هست. این پاداش به هر حال برای موسی، به هر حال خود خدا بود که گفته که من به هر حال بدون تو هیچ جایی نمیخوام برم. پس خودش هم همینطور توی بیابون موند و میگه که این حقی که به من دادی، پس این حق رو چیز میکنم، من هیچ قدمی ور نمیدارم بدون تو. و جالبش اینه که میدونی بعضی وقت خدا ما رو به یه جاهایی هدایت میکنه تقریبا مثل این که بگم آزمایش میکنه که یه چیزی به دست بیاریم که خودش توش نباشه، ما چه تصمیم میگیریم؟ ما بیشتر به اون پاداش خودمون نگاه میکنیم، چیزی که ما خودمون آرزو داریم به این نگاه میکنیم، هر چقدرم از خدا آمده. یه چیزی خیلی حساسه که معمولا ما این چیزها رو، برکت ها رو میبینیم. ما میتونیم خیلی چیزهای دنیایی باشه، میتونه حتی چیزهای روحانی باشه،
خدمتهایی باشه، مقامهایی باشه، یا شبان یا معلم، چیزایی که از دید ما فکر میکنیم یک چیز روحانیه و چیزای روحانی هم هست. یا فقط اینجا مشخص میشه که ما میگیم که یا خداوند عالی، مرسی، خیلی ممنون، ما شروع میکنیم دنبال رفتم. دنبال چی میریم فی الحقیقی؟ دنبال یک مقامی میریم، دنبال یه چیزی میگیم که آرزو داریم که اونجا هم حتی میتونیم به هر حال یه جلالی هم پیدا کنیم. و خدا بعضی وقت این چیزها رو اجازه میده اتفاق بیفته که با انگیزه‌های ما، قلبمون آشنا بشیم. میگیم خدا من شبانی رو نمیخوام، مثال میگه من رهبری رو نمیخوام، من معلمی رو، من چیزی نمیخوام، من تو رو میخوام، تو برای من اینجا مهمه. چه فایده داری که بهترین، بزرگترین مبشری در این دنیا، شبانی یا رهبری در این دنیا باشی، فقط خدا اونجا نباشه؟ این چیز خیلی مهمه، خیلی حساسیه. و مخصوصا که زمانی که ما زندگی روحانی رو ما داریم و تمام چیزها رو روحانی میکنیم، فکر میکنیم چیزهای پشت تمام چیزهای روحانی خداست. فقط بعضی وقت هست که میبینی که پشت چیزهای روحانی حتی خدا نیست، خواست خودمونه، جلال خودمونه، انگیزهای خودمونه، کمبودهای خودمونه. میخوایم با این کمبودها میخوایم یه چیز رو به دست بیاریم. و موسی به هر حال 40 سال درد رو کشید، زحمت رو کشید. 40 سال چیزی کمی نیست. کسانی هستن که 40 سال هم تقریبا مثل این که تمام عمرت تو بیابون بودی. کم نیست، 40 سال. و تو این 40 ساله که انسان ساخته میشه. تو این 40 ساله هم هست که تو این دردهایی هست. نمیدونم تو این 40 سال موسی چه فکرهایی میکرد. کاشکی من تو مصر می بودم. نمیدونم، فکر نمی کنم فقط. یا بیشتر فکر می کنم موسی گفته که من فکر کردم خدا منو انتخاب کرده. خدا منو انتخاب کرده بود. خدا به وعده ها صحبت کرده بود در مورد ابراهیم و اسحاق. و الان قوم ما الان توی اسارت افتاده، زیر تسلط مصره. من فکر کردم من میتونم آزادش کنم، نشد. الان اینجا قرار گرفتم، بر نمیتونم برگردم. به قوم خودم نمیتونم برگردم، به مصر نمیتونم، اگه یه جای قرار گرفتم چه کاری بکنم؟ از این خدا در این دردها، در این رنجها، در این فشارها میبینه و در زمان درست، زمانی که ربطی به نقشه خودش داره، نه نقشه خودمون، خدا صحبت میکنه. و زمانی که صحبت میکنه منظور نیست که الان تو رو بلافاصله بلند میکنه، بلکه آماده میکنه. و زمان این که به هر حال این اتفاقاتی افتاد، قوم اسرائیل هم از این مصر هم بیرون آمد، اون موقع هم خداوند گفته زو الان همه چی رو به تو دادم، الان میتونی تو بری سرزمین کنان هم آماده هست، تو میتونی بری. و اونجا موسی گفت نه، بدون تو هیچ جایی نخواهم رفت. تجربه رو کرده بود شاید زمانی که این سرباز مصر رو کشت، شاید این تجربه رو کرده بود که من بدون خدا رفتم و رو کشتم. یادتون نمیدم این قسمت رو خوندی یا نه، یا قدرت خودش، قدرت انسانی خودش بود. و خدا به هر حال دائما زمانی که میخواد با ما چیز کنه، ما رو آماده کنه، و زمانی هم که میگی که خدا من از من استفاده کن، مطمئن باش خدا دورانهایی برای با تو میگذارونه. اشتباهات هم میشه، با قدرت خودت خیلی سعی میکنی یک آدم، یک خادم عالی باشی، شکستایی هست که میخوری، چیزها رو از دست میدی. و این هم همه چیز ربطی داره به آمادگی کردن برای خدمت اصلی که باید انجام بدی. و برای ما به هر حال مهم اینه که این درس ها رو یاد بگیریم، که شاید هم الان نگاه کنی به انگیزه تو،
شاید با قلبتون میگی که نه، انگیزه من خداست. اینم باید امتحان بشه. و بعضی وقت چون از قلب ما اطلاع نداریم، مطمئن هستم اینجا همه ما هیچ موقع هیچ کسی نمیگه که من دنبال نمیدونم موفقیت پول هستم. همه فکر میکنم همه میگی ما دنبال عیسی هم میخوام اراده خدا انجام بشه در زندگیمون، درسته یا نه؟ چیز نرماله، همه اینجوری میگن. شاید بعضی هستن که همینطور توتیواری میگن، بعضی هستن که واقعا باور دارن. فقط چون از قلبمون اطلاع نداری، خدا بعضی وقت به جاهایی میرسونه، خدمتهایی به ما میده، مقامهایی به ما میده، و تو این مقام هاست که مشخص میشه انگیزه ما. زمانی که چیزایی رو برداشته میشه، یا بعضی وقت که ما یک کاری شروع میکنیم، یک خدمتی شروع میکنیم و یک مأموریتی داریم و اینو جلو میریم، بعد از یک مدت با روح شروع کردیم، بعد از این یواش یواش با جسممون میخوایم تکمیل کنیم، یعنی با فکرای خودمون، با عقل خودمون، با روشای خودمون میخوایم چیز کنیم. یک غروری در ما قرار میگیره و فکر میکنیم همه چیز داریم. خیلی چیزایی هستن که در ما مشخص میشه و خدا اجازه میده در قسمت‌های ما قرار بگیریم، به شناخت خودمون برسیم. فدیجا مشخص بود زمانی که خدا به موسی گفته که ببین من فرشته رو میفرستم، همه چیزم برای تو آماده هست، دشمن تو زیر پاهای تو رو میگذارم، فقط بدون من. و اونجاست که موسی به یه جایی رسیده بود که میدونست، به این خاطر خدا بی خودی نگفته که فروتنترین شخصی هست، چون دیگه واقعا همه چی رو از دست داده بود و آخرش فقط دنبال این پاداش که خود خداست. و این ربطی داره به زندگی خودمون، زندگی روحانیمون همینطور، که خدا رو پیروی میکنیم، با چه انگیزه پیروی میکنیم. زمانی که دعاهایی میکنیم، خدا اراده تو در زندگی من انجام بشه، فکر میکنیم الان بلا تکلیف 1 2 3 4 خدا قسمت به قسمت اراده خودش انجام میده. نه، اگر میخوایم به یه جایی برسیم که واقعا یک وسیله در دست خدا باشیم، خدا باید از سختی ها ما رو عبور کنه، خدا ما رو به یه جایی برسه که ما به شناخت خودمون برسیم. شکستا باعث میشه که، یعنی شکستا منظوریم افتادگی باعث میشه که خدا ما رو بلند کنه و به یه جایی قرار بگیره که اون واقعا دیگه یک وسیله در دست خدا باشیم. اون موقع هست که میتونیم بگیم که واقعا خدا الان از من استفاده کن، و خدا میگه که الان من تو رو به یه جای رسوندم که هیچ چیزی نمونده جز از این که فقط جز از این که من جای تو رو گرفتم، یا من مرکز زندگی تو شدم. چیزی دیگه به درد نمیخوره، نه مقام، نه ثروت، هیچ چیزی نیست، بلکه خود خداست. و زمانی که خدا تو رو اینجا آورده، اون موقع هست که واقعا میتونی بگی که هیچ چیزی هم تو رو ارضا نخواهد کرد در این دنیا جز از خدا. نه خدمتی هست، نه کارهای توست، بلکه خود خدا همه چیز تو شده. و این روشی هست که خداوند هدایت میکنه ما رو. در کتاب امثال سلیمان اینجا خیلی قسمت‌های عالی هست، مخصوصاً چیزهایی که مربوط به شناخت خداست. چون هدف خدا اینه که زمانی که ما این راه رو با خداوند میریم، به شناخت خدا برسیم. هدف خدا برای خدمت ما که ما رو به یه جایی میخواد برسه که واقعا مفید باشیم، شناخت خداست. هیچ شخصی نمیتونه درست خدا رو خدمت کنه بدون شناخت خدا. متوجه هستیم؟ من میتونم یک وسیله خوبی برای خدا باشم زمانی که منم
به شناخت خدا. منظور من شناخت خدا این نیست که الان خدا رو کاملا بشناسی، فقط قسمت به قسمت در این حال شناختن خدا هستی. در امثال سلیمان باب 2 از آیه 1 تا آیه 8 پسرم اگه سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیاندوزی، اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خیش به فهم مایل گردانی، اگر بصیرت را فراخوانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی، اگر همچون نقره در پیش باشی و همچون گنج پنهان جستجویش کنی، آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت. زیرا خداوند است که حکمت می بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون می آید. او خردمندی را برای صالحان می اندوزد و آنان را که در راستی سالکند سپر است. راه های عدالت را پاس می دارد و نگهبانان طریقت وفاداران خیش است. آمین. سو اینجا در این قسمت که صحبت می‌کنه، پسر من اگر تو واقعا این قلب رو داری و دنبال کلام من میری و چشم گوشهایت رو باز میکنی و واقعا مثل من رو جستجو میکنی، مثل اینکه دنبال گنجی هستی یا جستجو میکنی، و همینطور هم میگه که زمانی که این قدم ها رو برمیداریم اون موقع با ترس خدا آشنا میشی و این ترس خدا شناخت خدا رو میاره. ترس خدا شناخت خدا رو میاره. ترس خدا یعنی جدایی از گناه، جدایی از تمام چیزایی که ربطی به خدا نداره. بعد میگه که اون موقع هست که حکمت رو به دست بیاری و از ذهن تو شناخت بیرون میاد و اون موقع خدمت تو. از آیه 7 میگه که اون موقع چی؟ آیه 7 دوباره بخون. او خردمندی را برای صالحان میاندوزد و آنان را که در راستی سالکند سپر است. راه های عدالت را پاس می دارد، نگهبان طریقت وفاداران خیش است. اینجاست که خداوند به هر حال کمک رو می فرسه، خدا هدایت می کنه. خدمت ما اول زمانی که ما با شناخت خدا آشنا شدیم، اونجاست که بیشتر و بیشتر می تونیم خدمت ما مثمر ثمر باشه. و بعد از این از آیه 9 اینجا هدایت می کنه منه. اون موقع هست که عدالت رو ادامه بیتونی بگی از آیه 9 به بعد. آنگاه هر طریق نیکو را در خواهی یافت، پارسایی و عدالت و انصاف را، زیرا حکمت به تو در خواهد آمد و معرفت برای جان تو گوارا خواهد بود. دوراندیشی تو را نگهبانی خواهد کرد و فهم تو را پاس خواهد داشت. آمین. تو را از راه شریران رهایی خواهم بخشید و از مردمانی که سخنان منحرف میگویند که راه راست را ترک میکنند تا در راه های تاریک گام بردارند، که از عمل بد خوشنود و از انحرافی که در شرارت از شادمان. اوکی گود، مرسی، کافیه. سو این قسمت هایی هست که اینجا خداوند وعده میده زمانی که ما دنبال این چیزهایی هستیم، انگیزه ما درسته و دنبال، یعنی اول این قدم ها رو ور میداریم و همینطور هم در کلام خدا میمونیم و همینطور جستجوی همون خدا هستیم. بعد از این میگه که شناخت خدا رو پیدا میکنیم. شناخت خدا باعث میشه که حکمت به دست میاریم، راههای خدا رو به دست میاریم و همینطور هم عدالت رو متوجه میشیم، انصاف رو متوجه میشیم و هر راه درست رو. حکمت در قلب ما قرار میگیره و ما رو در تمام راه ها هدایت میکنه. منظور اینه که زمانی که انگیزه ما درست باشه، و اینم کاری هست که خدا انجام میده، یعنی خدا به یه جاهایی ما رو میبره که واقعا هر چیزایی که هر فکرایی، هر تصورایی اشتباهی ما داریم از بین میبره، که واقعا درست دیدمون درست باشه نسبت به خدا، نسبت به کارهای خدا. منظور این نیست که ما بتونیم همه کارهای خدا رو بفهمیم. هیچ کسی نمیتونه تمام کارهای خدا رو بفهمه. فقط خدمتهای ما مثمر ثمر میشه، چون اینجا با خدا راه میریم. خدمت ما با خداست.
بعضی وقت هست که بعضی وقت شده که ما خدمت‌هایی انجام میدیم، کارهایی انجام میدیم، راه‌هایی انجام میدیم که خدا اونجا نیست، فقط موفقیت یا انگیزه های خودمونه، خودخواهی خودمونه. و زمانی که این چیزهای در ما قرار میگیره، ما یاد میگیریم صبر کردن رو، منتظر خدا شدن. و اون موقعی که خداست که راه رو باز میکنه، درها رو در زمان درست باز میکنه، هر خدمتی میکنیم آخر میبینیم که مثمر ثمره. چرا؟ چون با خدا با هم راه رفتیم. این یک درسایی است که باید یاد بگیریم. ما میدونم الان یکم شاید سخت باشه، فقط ما باید بدونیم که خدمت کردن به خدا این نیست که فقط آستینامو رو بلند کنیم بگیم خدا الان از من میتونی استفاده کنه. یک دورانی هست که باید بگذرونیم و خدا ما رو در همه قسمت ها، شاید سال به سال، شاید هر دو سال یک بار ما رو به یه جایی میبره که ما رو میگه که زو الان برو، من تو رو میفرستم. و اونجا بیشتر هم دوباره به قلبای ما آشنا میشیم، میگیم نه خداوند، اگه تو اونجا نباشی من نمیخوام برم. و این یه چیزی، یک باری اتفاق نمیفته، این دائما در زندگی ما اتفاق میفته، مرحله به مرحله یا لایه لایه به لایه، یا همینطور میره پایین. زمانی که من فکر کردم که گفتم اوکی، یه چیزی رو به دست، یه چیزی رو، یه شناختی از خدا پیدا کردم و الان جای من درسته و خدا من گفت اوکی اینو یاد گرفتن، الان میبینیم توی یک لایه بعدیش یا یک بعد دیگه وارد میشیم و اونجا دوباره باید یاد بگیرم. اینجا باید دوباره یاد بگیرم انگیزه من دوباره چیه، برای این خدمت چیه، برای این کار چیه. یک بار مصرف نیست، این دائما خدا در ما شروع میکنه به کار کردن که آخر متوجه میشیم زمانی که سالهای میگذارین بعد از این میبینیم که خدا من کجا بودم، چه فکری داشتم، چه انگیزه هایی داشتم، خدا چقدر من رو تبدیل کرده، چقدر من رو عوض کرده، دیدمون چقدر عوض شده و شناخت خدا رو پیدا کردم. این درسی هست که من فکر میکنم یه قسمتی میتونم بگم ربطی داشت به موعظه هفته گذشته که خودشون هم اینطور، خود این سه تا مردای خداگی گفتن که اگه باید بمیریم نمیریم، اگه خدا ما رو نجات میده نجات میده، ما زانوهایمون جلوی خدا فقط خم خواهیم کرد. انگیزشون درست بود و کار خدا اینه که همینطور هم انگیزه های زندگیمون هم همینطور قلبایمون رو درست کنه که یاد بگیریم هیچ جایی هیچ خدمتی بر نداریم، هیچ راهی نریم که خدا اونجا نباشه، بلکه هر موقع بپرسیم خداوند تو اونجا هستی یا نه، اگه تو اونجا هستی باشه اوکی من با تو میرم، اگه نیستی من قدمی بر نمیدم، هر چقدرم بوی موفقیت اونجا بیاد. آمین. آمین. آمین.